سلام، ما خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید. توی این ویدیو میخوایم با همدیگه بریم یکی از دریبل‌های معروف دنیای فوتبال که توی پی‌اس هم خیلی کاربرد داره رو با همدیگه یاد بگیریم به اسم دریبل زیدانی. و در آخر ویدیو هم بهتون میگم که چرا این دریبل جزء دریبل‌های کاربردی پی‌اس حساب میشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. برای انجام این دریبل شما اولین کاری که باید انجام بدین باید برید توی تنظیمات دستتون و اونجا مربع رو بزنید و بیاین روی گزینه اوتو فینت و اون رو آن کنید. بعد از اینکه اوتو فینت رو آن کردین برای دریبل زیدانی شما باید فاصلتون با بازیکن حریف مناسب باشه، یعنی فاصلتون با بازیکن حریف باید تقریبا بین 1 یا 1.5 قدم باشه. اگه فاصلتون با بازیکن حریف بیشتر از این باشه ممکنه که توپتون خطا بره و بازیکن حریف توپتون رو ازتون بگیره. برای انجام این دریبل شما باید بازیکنتون به هر سمتی که داره میره آنالوگ سمت راست رو ببرید به همون سمت و بعدش آنالوگ سمت چپ هم ببرید همون سمت. اما این یعنی چی؟ برای مثال وقتی که شما بازیکنتون داره به سمت راست حرکت میکنه باید آنالوگ سمت راست رو ببرین به سمت راست و نگه دارین و آنالوگ سمت چپ هم به همون سمت ببرید. یا اگه مثلا بازیکنتون داره به سمت چپ حرکت میکنه شما باز دوباره همین داستان رو دارین، باید آنالوگ سمت راست رو ببرین به سمت چپ نگه دارین و آنالوگ سمت چپ هم ببرین سمت چپ. اما چرا گفتم این دریبل جزء دریبل‌های کاربردیه؟ به خاطر اینکه وقتی شما این حرکت رو می‌زنید جدا اینکه می‌تونید بازیکن حریف رو دریبل کنید، احتمال گرفتن خطاتون خیلی میره بالا. بنابراین شما می‌تونید از این دریبل خیلی خوب استفاده کنید و حتی می‌تونید ازش کلی خطا بگیرید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث انرژیه. امیدوارم بتونید این دریبل رو خیلی راحت انجام بدین. ممنونم که تا آخر نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.